سلام شاید که از جمله های خیلی معروفی که ما بارها بارها شنیدیم این که میگن حجت های خدا پیامبران ائمه اینها فقط حاملان یک سری پیام هستند از خدا یک سری پیام رو گرفتن و مأمور ابلاغ به مردم هستند به تعبیر دیگه شاید اصلا در دینداری جایگاهی رو برای حجت خدا قائل نیستند یعنی فقط میگن که آقا حرفی که او زده و از طرف خدا آورده مهمه نه خودش در حالی که وقتی به آیات قرآن و روایات مراجعه میکنیم ببینیم نه دینداری اتفاقاً در حالتی رخ میده که ما اطاعت از خود حجت خدا داشته باشیم. به تعبیر دیگه شخص حجت خدا در دینداری برای اینکه ما آنچرا که خدا از ما خواسته است بهش دست پیدا بکنیم، توجه به او و قبول داشتن او و اطاعت از او اتفاقاً شرط دینداریه. به تعبیر دیگه شاید اصلا دینداری زمانی رخ میدهد زمانی محقق میشه که ما امامداری داشته باشیم معیت با امام داشته باشیم دینمون رو از او بگیریم و آنچرا که او خواسته است و امر کرده است انجام بدهیم اون کسانی که امام را از دینداری خارج می کنن و شرط دیندار بودن رو به اطاعت از امام نمی دونن، در حقیقت عبادت شیطان و اطاعت شیطان را انجام می چون خدا در هر جایی که امر به اطاعت از خودش کرده در کنارش رسول و اول الام که اهل بیت علیه السلام هستند رو قرین خودش قرار داده یه مقدار سعی کنیم تو زندگیمون قدر این ائمه علیه السلام رو بدونیم قدر این دینداری رو بدونیم که حقیقتا موقعی برای ما محقق میشه و واقعا داریم خدا رو اطاعت میکنیم که با امام زمانمون باشیم یا علی